با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو از این لحظه آغاز میکنم و بعد از مقدمه کوتاه با مهمان گرامی و ارجمند برنامه جناب دکتر کاظم علمداری خواهم بود. عرض کنم حضورتون که کمیته مشترک بررسی علل پشت پرده حمله به کنگره امریکا دیروز دوم جلسهش رو شاهد بودیم. جلسه ای بود که اشخاصی که آمدند و صحبت کردند موجب واقعا حیرت بسیاری از امریکایی ها شده بود. در جلسه هفته قبل، یعنی جلسه پیشین این پخش تلویزیونی، 20 میلیون نفر امریکایی این برنامه رو نگاه کردند. قرار بود که فردا چهارشنبه جلسه سوم از تلویزیون ها پخش بشه، که البته جز فاکس نیوز که فاکس روش خودش داره، گفتارها رو پخش نمیکنه، فقط تصاویر رو پخش میکنه و اون چی که خودشون دلشون میخواد میگن. و قرار بود که چهارشنبه یعنی فردا جلسه سوم رو شاهد باشیم که به تعویق افتاد به پنجشنبه آینده، و دلیلش این بود که بسیاری از ویدیوهایی که باید تهیه بشه و کارهایی که باید انجام بشه برای اون جلسه آماده نبود و افرادی که تکنیسیان هستن و مسئول این کار هستن فرصت کافی نداشتن که این کار رو تموم بکنن. پنجشنبه آینده احتمال داره که جلسه سوم باشه. در صحبت‌های دیروز کسانی که باشون صحبت شد و سوالاتی ازشون مطرح شد، همه بلا استثناء کسانی بودن که جمهوری خواه هستن و از منصوب شدگان پست های کلیدی در امریکا بودن توسط آقای ترامپ. آقای بیل استپیان که چندین شغل داشته، مدیر مبارزات آقای ترامپ بوده و مدیر داخلی و سیاسی کاخ سفید بوده در سالهای 2017 و 18، مشاور هریت هوگم، مثل این که رقیب خانم لیز چینی بوده، مدیر سابق مبارزات انتخاباتی آقای کریس کریستی بوده در فرماندار نیوجرسی. او قبلا در صحبتهایی که کرده و ضبط شده حضور داشته، قرار بود دیروز شخصا حضور پیدا بکنه و به سوالات جواب بده، که به علت اینکه همسرش به بیمارستان رفته بود برای وضع حمل حضور نیافت، ولی در جلسه آینده خواهد بود و عذرخواهی کرد از اینکه نمیتونه بیاد، مسافرت باید میکرد میرفت به مسقط رأسش. عرض کنم که خانم آقای مات مورگن، مشاور ارشد سابق مبارزات آقای ترامپ در انتخابات، خانم ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ و دامادشون جرد کوشنر، اینها جزو کسانی بودن که آمدن و تایید کردن صحبت‌های آقای بار رو، که حالا اشاره خواهد شد در صحبت‌هایی که می‌کنی با جناب دکتر علمداری. عرض کنم که آقای جیسن میلر خیلی فعال بود و او در مدیر سابق مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ بود و او از کسانی است که میگوید که ما بارها با آقای ترامپ گفتیم که این کار غلطه، که قبل از اینکه آرا شمرده بشه بخواین شما اعلام پیروزی بکنید و حریف نشدید. بعد عرض کنم که آقای جیسون میلر اشاره کرد به حضور ناگهانی آقای جولیانی که مست لایعقل بوده و اونجا میاد و به آقای ترامپ توصیه میکنه که بره و اعلام بکنه که پیروز شده. آقای استایر والت، این رئیس خبرهای سیاسی
فاکس نیوز که استعفا میکنه از اونجا و اونجا توضیح میده که چرا. عرض کنم این خانم سیدنی سیندی پاول که صحبتایی که کرده بود به قدری دور از واقعیت و مسخره بود که حد و حساب نداشت، ولی هنوزم همون آمده بود و به سوالات جواب داده بود که ضبط شده بود. البته آقای اریک هیرشمن وکیل سابق کاخ سفید که گفته بودن که آمده و صحبت میکنه، میگه که این صحبت هایی که میکردن و شایعاتی رو که توسط بیشتر آقای جولیانی مطرح میشد که انتخابات قبلی امریکا با مداخله فیلیپین، عرض کنم ایتالیا، و بعد یک سرورهایی رو که در دومینیکن ریپابلیک وجود داره، آقای جری روزن جانشین وزیر خارجه امریکا، آقای پیتر ناوارو که اونم داستانی داره، و مارک میدو که در واقع رئیس کابینه آقای ترامپ بود و در واقع باید ببینیم که او کاری که کرده، مقدار زیادی از مدارکی رو که داشته در اختیار این کمیته قرار داده ولی حاضر نبوده بیاد اینجا، و آقای داناهیو که ایشون هم در وزارت خارجه نقش عمده‌ای رو داشته، او هم میاد و میگوید که ما تمام این مسائلی رو که مطرح شده بود در اتلانتا در جورجیا که گفته بودن که چمدان‌های رأی تقلبی آمده بود و اونجا باز شده بود به نفع آقای جو بایدن، ما اینو بررسی کردیم، اون ویدیوهایی رو که نشون داده شده بود، صندوق‌هایی که قفل دارن، مقفل هستن به اصطلاح، اگر درست باشه این واژه، توی اون میگذارن وقتی که میخوان آرا محفوظ باشه، و اون شب تصمیم گرفته میشه که تا روز بعد شماره شعارها رو متوقف بکنن، ولی موافقت نمیشه. هیئتی که اونجا بودن و چند نفر از مامورین خود آقای ترامپ هم اونجا شاهد بودن، این جعبه رو که بسته بودن باز میکنن و چمدان نبوده، این جعبه های سیف یا به اصطلاح محکم بوده که از اون تو در آوردن. عرض کنم که این مسائلی بود که مطرح شد. بعد صحبت های آقای ویلیام بار وزیر خارجه سابق امریکا سر و صدای زیادی را انداخته، حرفایی که میزنه و کارهایی رو که کرده و بررسیهایی رو که به عنوان وزیر خارجه کرده برای اینکه ببینیم تقلبی در انتخابات صورت گرفته یا نه، و بارها با آقای ترامپ گفته که تقلبی رو ندیده، و چون آقای ترامپ راضی نبوده و میخواسته اخراجش بکنه خودش استعفا کرد و رفت. او آمد و خیلی مسائل مختلفی رو افشا کرد که خیلی مهم هست و قابل تعمق و تجزیه و تحلیل. منتها ایرادی که به او میگیرن، میگن که این آقایون جمهوری خواهانی که حضور داشتن و شاهد این وضع بودن و کارشون به جایی نمیرسید، حرفشون به جایی نمیرسید، چرا همون موقع نیومدن و قد علم نکردن که حالا آمدن و دارن این شهادت رو میدن بر و کارهای خلاف آقای ترامپ رو در واقع رو نمایی میکنن، رو نشون میدن. که خب در این مورد هم شایعات زیادی هست، ولی به هر حال این شهادت ها اثر خودش رو گذاشته و باید دید که این کمیته چه مدارک دیگری رو در آستین داره که در هفته های آینده باید شاهدش باشیم. و یکی از مهمترین مسائلی که مطرح شد جمع‌آوری پول هست توسط آقای ترامپ بعد از این باختنش در انتخابات، که آمد و اعلام کرد که و بعدم راجع به 61 شکایتی که به دادگاه‌های ایالتی مختلف شده بود، جز یک دادگاه همه رو آقای ترامپ باخت، و این 250 میلیون رو توانست تحت عنوان
این که مؤسسه ای رو یعنی نهادی رو ایجاد کرده، انستیتوی امریکا اول یعنی فرست امریکا، و گفت که من اینا رو میخوایم برای دفاع از حقانیت خودمون به کار ببریم. 250 میلیون دلار به جمع‌آوری شد که یک پنی از اون به اون مؤسسه یا نهاد که وجود خارجی نداشت منتقل نشد. از این پول یه مقداریش برای بدهی‌های هتل‌های آقای ترامپ رفته، 5 میلیونش به این به اصطلاح طرفداران دیگر آقای ترامپ رفته، و اینا مسائلی است که باید ببینیم که در هفته آینده به چه صورت میشه. سلام میکنم خدمت دکتر علمداری عزیز و سپاسگزارم که پذیرفتن بار دیگر که در خدمتشون باشم. آقای دکتر، من فهرستوار این مطالب عنوان شده در جلسه دیروز رو مطرح کردم. میخواستم در این مورد و بعد سری بزنیم به کشورمون و بعض اسفباری که اونجا مردم اون شاهد هستن، ولی اول میخواستم نظرتون رو راجع به این جلسه دیروز و جلسه ما قبلش که شما همه رو تعقیب کرده بودید بپرسم و ببینم که به کجا خواهد انجامید این کار و نظرتون چیه کلا. بله، ضمن سلام خدمت بینندگان و به شما تشکر از فرصتی که فراهم شده. بله، من هم تمام برنامه رو نگاه کردم و تفاصیلی که پشت‌بند اون کانال‌های تلویزیونی و رادیو دادن به اونها هم توجه کردم. شما نکات برجسته صحبت‌های شواهدی که یا شاهدهایی که نظرشون، صحبت‌هاشون، حرفاشون ضبط شده بود و در کنگره پخش شد رو به نظر من بیان کردید. من یه جنبندی بخوام بکنم، البته این جنبندی امروز من نیست، در گذشته من جنبندی رو داشتم، چرا که من قبل از اینکه اصلا ترامپ در 2016 انتخاب بشه یا در حال به هر صورتی به کاخ سفید بره، تحلیلم این بود که یک تهدید بزرگ جامعه آمریکا رو، دموکراسی آمریکا رو باید مورد توجه قرار گرفت. این تهدید جدی بود. من حتی اون موقع در یک برنامه تلویزیونی بی بی سی در برنامه پرگار اشاره کردم که خطراتی که کشورهای اروپایی در زمان فاشیسم و نازیسم متحمل شدند آمریکا رو تهدید میکنه. البته تفاوتایی هم وجود داشت که ما والا بهش اشاره خواهیم کرد که چگونه شد که ترامپ نتونست اون برنامه رو پیش ببره، چرا که از نظر من شخصیت ترامپ و برنامه‌ای که داشت بسیار شبیه بود به کارهایی که فاشیسم در آلمان و ایتالیا انجام داد. اون این بود که بتونه با انتخابات به قدرت برسه، که از طریق انتخابات مثل هیتلر به قدرت رسیدند و بعد از انتخابات با دیکتاتوری بخواد جامعه رو اداره بکنه و تمام مخالفین خودشون رو حذف بکنن. به نظر من اگه بخوام جنبندی بکنم از تمام شواهدی که تا به حال گفته شده و نوشته شده، نه امروز، در طی تقریبا یک و نیم سال گذشته، این است که یک کودتای تمام عیاری توسط ترامپ و حلقه نزدیک به او تنظیم شده بوده و اینا تلاش میکردن که از راه‌های مختلف بتونن نتایج انتخابات رو تغییر بدن و اگر یک راه نشد راه دیگر رو دنبال بکنن. کسانی که در این روزها در کنگره صحبت‌هاشون پخش شد، همین کمیته 6 ژانویه اون رو تنظیم کرده بود و فراهم کرده بود و اونها رو صدا کرده بود و اومده بودن نظراتشون رو گفته بودن، همونطور که شما به درستی اشاره کردید جزو افراد بسیار نزدیک خود ترامپ بودن که در فرایند شکل‌گیری این کودتای نافرجام به او متذکر شده بودن، هم از نظر قانونی هم از نظر سیاسی و فرهنگی این کار نه درست است، نه قانونی است، نه عملی است. منتها ترامپ پاشو توی یک کفش کرده بود که میخواد این رو انجام بده و حتی متوسل به نیروی نظامی بشه که بخواد صندوقهای بخواد انتخابات 5 ایالت رو که فکر میکنه اگر بتونه 3 تا اونها رو عوض بکنه با
باطل اعلام بکنن و دوباره انتخابات برگزار بکنن زیر نظارت او که بتونن نتایج انتخابات رو عوض بکنن. تا اون حد و من فکر میکنم که یکی از نکات برجسته‌ای که تو این صحبت ها هست و فکر میکنم در گذشته هم گفته شده این بود که خب در تظاهرات شعار اعدام مارک پنس باید اعدام گردد رو و اینکه تناب دارم آویزان کرده بودند و میخواستن اون رو انجام بدن، از ترامپ وقتی پرسیدن ترامپ گفته بود که تصمیم هواداران او درست است و او مارک پنس مستحق این مجازات هست، مستحق این هست که این اتفاق بیفته. یعنی تا حد این که معاون ریاست جمهوری که به حرف او گوش نکرده بود چون حرفش غیر قانونی بود، ضد قانونی بود، ضد قانون اساسی بود و مایک پنس اصلا چنین حقی نداشت که بتونه نتایج انتخابات ایالت‌های مختلف رو باطل اعلام بکنه و ترامپ از او خواسته بود که این کار رو بکنه و او تن نداده بود به این کار غیر قانونی، او رو مستحقی میدونست که هواداران مثلا متعصب و نجات پرست او رو حتی اعدام بکنن در صحنه حمله به مجلس. بنابراین من فکر میکنم در جنبندی چیزهایی که شنیدم تا به حال این است که این کودتا توسط ترامپ از ماهای قبل که به این نجی رسید بودن که در انتخابات برنده نخواهم بود تنظیم شده بوده و راه‌های مختلف رو هم سعی کردن پیش ببرن، از جمله این که در ایالت‌هایی که مثلا به ایالت‌های سوینگ معروف هستن میتونه نوسان پیدا بکنه بین دوتا حزب، کمیته‌های قلابی درست کردن برای تایید برنده شدن کاندیدا که میدونیم در چند ایالت افراد رو دستگیر کردن و گروهی که وارد صحنه میشده که وارد بره در جلسه اعلام بکنن که نماینده منتخب اون ایالت کی هست، افراد کاملا متقلب که این کار کرده بودند در دم در دستگیرشون کردن و متوجه شدن که اینها نه تنها در یه ایالت، در چندین ایالت این کمیته ها رو تشکیل دادن که برن به طور تقلبی اعلام بکنن نماینده واقعی ایالت هستند و بگن که نماینده انتخاب شده آن ایالت نه بایدن بلکه ترامپ هست. شیوه های مختلف پیش بردن و از جمله مثل که آقای دکتر علمداری هفت گزینه رو گذاشته بودن، هفت تا برنامه داشتن که اگه یکی عمل نکنه اون بعدی رو عمل بکنه. ضمناً توی صحبتام من اشاره نکردم به آقای هیرشمن که نقش مثل این که وزیر داخله اون ایالت رو داشته که بعد از اینی که میاد و میگه که تقلبی نشده تهدیدش میکنن او و خانوادش رو و توییتی که آقای ترامپ میفرسته واسش کار رو بدتر میکنه و میگه که جان من و افراد خانوادم مدت ها در خطر بود و ما الان مدتی است که مخفیانه داریم زندگی میکنیم. دقیقاً موارد از این نکته از این مورد فکر میکنم زیاد هست، بخشش گفته شده، بخشش قبلا گفته شده بوده، بخشش باید منتظر باشیم که در پنجشنبه آینده که ادامه این گزارش ها هست بشنویم. من فکر میکنم که حالا شما همه در جریان هستن 60 دادگاه مختلف که اینها جولیانی سعی کرد که مثلا کیس بسازه، پرونده بسازه و ثابت بکنه که تقلب شده، حدود 60 دادگاه رد کردن این ادعا رو و اعلام کردن که هیچ پایه اساس این اتهامات و این ادعاها وجود نداره. در کنار این یا پس از این که این دادگاه یکی بعد از دیگری علیه ترامپ، علیه جولیانی و تیمش رأی دادند، به اینجا منتهی شد که به اصطلاح کانون وکلای آمریکا لایسنس جواز وکالت جولیانی رو باطل اعلام بکنن به دلیل تقلبی کرده، به دلیل به اصطلاح سوء استفاده ای که از موقعیتش کرده بوده. یعنی تمام این راه ها اینا کرده بودند و با شکست برو شد ولی دست بردار نبودن و هنوزم پس از گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز ترامپ و افرادی شبیه او مدعی هستن که ترامپ در انتخابات برنده شده و تقلب شده، انتخابات دزدیده شده. اینها منو به این نجی میرسونه که این کودتا یه پایی در کودتای شکست خورده البته یک پایی در جامعه هست و یک
گسل بزرگ فرهنگی در جامعه آمریکا به وجود آمده و این گسل فرهنگی رو صرفاً با گزارشات این کمیته و یا در تصمیم گیری های دادگاه نمیشه حلش کرد. این ادامه پیدا میکنه با راه حل های فرهنگی، راه های سیاسی که منجر به این گسل شده، مثلا دو دستگی فرهنگی، دو دستگی ارزشی در جامعه آمریکا شده که دموکراسی رو به خطر انداخته، باید پیگیر اونها باشن و بتونن اونها رو جبران بکنن. دکتر علمداری، در مورد آقای جولیانی و شخص دیگری به اسم آقای ایستمن توی این ماجرا بود که آتشبیار معرکه بوده و همین آقای هرشمن وقتی بار آخر با او تلفنی صحبت میکنه میگه تو بهتره بری و اعلام بکنی که اشتباه کردی و این بازی رو ادامه ندی و تلفن رو روش قطع میکنه. ولی الان یکی از مسائلی که خیلی داره برجسته میشه و وزیر دادگستری امریکا هم بالاخره به صدا آمد و گفت که من تمام مراسم رو پیگیری کردم و اون وکلا و قضاتی که در این مورد در جای جای امریکا حضور دارند، اونها هم این مراسم رو و این جریان رو دیدن و شنیده و گفت من سعی میکنم جلسات بعد رو هم ببینم و مسئله 250 میلیون دلاری که به اسم یک نهادی که وجود خارجی نداشته جمع شده و معلوم نیست که جز چند موردی که مشخص کردن که من اشارهی بهش کردم بقیه پولا معلوم نیست کجا رفته. و خود این شما همونطور که اشاره کردید این به اصطلاح اختلافی که برای اولین بار شاید در امریکا به این صورت پیش آمده و این شکاف سیاسی که به وجود آمده، شما زیاد خوشبین نیستید که به این سادگی حل و فصل بشه. فکر نمی کنید به هر حال علی‌رغم این که طرفداران آقای ترامپ به هیچ رسانه‌ای غیر از فاکس نیوز نگاه نمی کنند و یا فاکس نیوز یا اون نیوز مکس و این رسانه‌هایی که درست شده و کارشون فقط دروغ پراکنی و قلب واقعیات هست، فکر نمی کنید به هر حال این جلسات و این افشاگری ها میتونه تلنگری بزنه به اون کسانی که واقعا مال باختن تو این قضیه؟ گفته میشه بعضی از این کسانی که کمک مالی کردن بضاعت تنها پرداخت 10 دلار و زیر 10 دلار رو داشتن و اینا به امید این که این یا واقعیتیه و میخوان حق قانونی آقای ترامپ رو براش بگیرن به وجود آمده، در حالی که الان معلوم شده که مثل همون کاری که آقای بنن کرد و میخواست دیوار بسازه و پول گرفت و بعدم مورد عفو آقای ترامپ قرار گرفت. اینا رو به چه صورت میبینید؟ اینا فکر نمیکنید بازتابش به هر حال یه مقداری یه تلنگری بزنه به این کسانی که بی غیر و شرط طرفداری میکنن از روش آقای ترامپ و کودتایی رو که میخواست انجام بده؟ بله، اتفاقا من تکیم روی همین عوامل هست که شما میبینید در جامعه آمریکا افراد بسیار از نظر مالی ناتوان حرفهای ترامپ و تیم او رو، دروغهای او رو باور کردند و به دنبال باورهای او باورهای خودشون تقویت شده که مثلا دموکرات ها، سیاست مدار ها، سینماگر ها، افرادی که در حال به یک نوعی نخبگان فکری، نخبگان هنری، نخبگان سیاسی جامعه محسوب میشند، افراد منحرفی هستند، افرادی هستند که دارن سوء استفاده میکنند و چیزهای عجیب و غریبی که داستانهای عجیب و غریبی که طرح کردن و افراد به نظرم ساده دل و ساده اندیش و حتی ساده لوحی که اینها رو به سادگی باور کردند و تصور می کردند که با همین 10 دلار و 15 دلاری که دارن میدند ادعای دروغی که ترامپ داره میکنه و حتی 6 ماه بعد از انتخابات میتونه ترامپ برگرده به کاخ سفید، یک چین ادعاهایی کردن و این نشاندنده یک فرهنگ و یک ارزشی که در جامعه آمریکا به وجود آمده. یک بخشی داستان این است،
یک بخش دیگر شارلاتانیسم سیاسی است که بدنه حزب جمهوری خواه رو گرفته. افرادی مثل تد کروز و اینا میدونن داستان چی است. فکر نکنیم که اینا نمیدونن. اینا میدونن در دوره که خودشون کاندیدای ریاست جمهوری جمهوری خواه بودن چگونه ترامپ با حقه‌بازی با شارلاتانیسم اینا رو حذف کرده. و در دوره گذشته قبل از اینکه فاکس نیوزی وجود داشته باشه، این سوشال میدیای وجود داشته باشه، اگه یک مورد از مواردی که ترامپ مرتکب شده بوده و افشا میشد، هرگز یک کاندیدای نمیتونست به حدی برسه که بتونه از طرف یک حزب نمایندگی پیدا بکنه که در انتخابات شرکت بکنه. ولی ما میدونیم که این اتفاق افتاده و در 2016 او رفته در کاخ سفید. به معنای این است که بخشی از بدنه حزب جمهوری خواه به این شارلاتانیسم تن داده و شرکت داره میکنه و خودش به این حق بازی باور پیدا کرده که تنها راه حفظ قدرت خودش و از طریق قدرت البته ثروت این است که این حق بازی هایی که رأس خود ترامپ هست مشارکت بکنه و مردم رو به یک نوعی بفری به گول بزنه که بتونه ازشون سوء استفاده بکنه. بنابراین این افراد میدونستند که ترامپ این 250 میلیون پولی که جمع میکنه صرف برگشت به کاخ سفید نخواهد بود، یا احتمالاً روشن شدن تقلبی که ادعا میکنه نخواهد بود، بلکه برای برنامه های دیگری است که بتونن باز بیشتر مردم رو بفریبن. از همین 10 دلار و 15 دلار ها استفاده کردن که بتونن بیشتر همونها رو بفریبن، بیشتر اونها رو در توهم نگه دارن. این داستان ترامپ گذشته از اون 60 دادگاهی که گفتم حتی به سوپریم کورت هم رسید و ترامپ تصور میکرد که با انتخاب یا انتصاب 3 قاضی عالی برای دادگاه عالی میتونه اگر نتایج انتخابات به نفعش نباشه اونها رأی به سود او بدند، به اینجا نرسید و اونها جرئت نمیکردن که بتون در مقابل تصمیم 60 دادگاه آمریکا بیان خلاف اون رأی بدن و ادعای ترامپ رو رد کردن. حتی دادگاه عالی که اکثریتش با جمهوری خواه هست و 3 تن ترامپ اجاره کردن در دوره ترامپ انتخاب شدن. این تمام راه ها اینا رفتند، ولی متاسفانه باید نگاه کرد که امروز هم بدنه حزب جمهوری خواه به این نتیجه رسیده که اگر بخواد در انتخابات برنده بشه باید تن بده به همین شارلاتانیسم و حقوق بازی ها، از جمله افراد شاخص حزب جمهوری خواه که در سنا هستند و در کنگره نمایندگان هستند. من فکر میکنم این روند جز اینکه تصور بکنیم بدنه آمریکا فرهنگی رو به وجود آورده، حالا دلایل این رو باید در جای دیگر صحبت کرد که این فرهنگ شکاف به وجود آورده و میتونه به این دامن بزنه ادامه پیدا کنه. چون میبینید هم وضعیت در متاسفانه در جامعه ایرانی هم، ایرانیان آمریکایی ایرانی ها هم گسترش پیدا کرده و اونها هم این دروغ ها، بخشی از این جامعه آمریکا ایرانی این دروغ ها رو باور کردند. آقای دکتر علمداری، ضمن سپاس مجدد میرویم آگهی های تجارتی و پیام های بازرگانی رو میشنویم، برمیگردیم. در بازگشت میخوام ازتون سوال بکنم در مورد نظرتون در مورد آقای بیلبار و اظهارات که کرده و 2.5 ساعت مکالمه که داشته با خانم لیز چینی و رئیس همین جلسه بررسی، که نظرتون رو بخوام و بعد اگه فرصتی بود بپردازیم به مسائل کشورمون. لطفا با ما باشید بینندگان گرامی، برمیگردیم و من صحبتم رو با آقای دکتر علمداری ادامه خواهم داد. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل،
و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. آژانس امیری این بار شما را به جزایر زیبای یونان دعوت می کند. تور 14 روزه یونان و ترکیه. دیدار از آتن، سانتورینی، میکونوس، کاپادوکیا، استانبول، رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 6 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. تعداد زیادی فیلم و سریال به آرشیو جیل ویز اضافه می شود. برای آگاهی از آخرین فیلم ها و سریال های آپدیت شده می توانید به بخش تازه ها و یا ریسنتلی ادد جیل ویز مراجعه کنید. بخش تازه ها و یا ریسنتلی ادد را می توانید در زیر صفحه اصلی جیل ویز و همچنین قسمت چپ اکران سریال ها پیدا کنید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جی ال ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. وقتی مخاطب منتخب شما از رسانه جی ال ویز استفاده کنه، تبلیغ شما رو میبینه، فارغ از این که بیننده کدام شبکه تلویزیونی، فیلم، سریال یا شنونده کدام رادیو باشه. با تبلیغات هوشمند و هدفمند تلویزیونی شما انتخاب میکنید که ساکنین کدام شهر یا کشور را مخاطب قرار بدین. در ضمن فقط هزینه تبلیغاتی را که دیده شدند میپردازید. این پیشرفته ترین و مقرون به صرفه ترین نوع تبلیغاته. بینندگان گرامی، در جوار جناب دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و فعال سیاسی مدنی هستم. آقای دکتر، میخواستم کوتاه اشاره بفرمایید نظرتون راجع به آقای بیلبار و صحبتهای خیلی خیلی کوبندهی که کرده بر علیه آقای ترامپ، در حالی که در
امریکا مشهور شده بود به کوچک ابدال آقای ترامپ و میگفتن هر کاری ترامپ بخواد اون انجام میده، ولی اینطور نشده. چیه نظرتون؟ آیا واقعا کوتاهی کرده که همون موقع نیامده و قد علم نکرده، یا اینکه مسائلی رو که ما نمیدونیم بوده که نتونسته این کار بکنه؟ به نظر من تا یه دوره بیلوار با ترامپ در یک مسیر حرکت میکردن، ولی در یه جایی به یک نقطه رسید که بیلوار به این نتیجه رسید که اگر بخواد دنبال ترامپ حرکت بکنه تمام اعتبار زندگی شغلیش رو و آیندهش رو از دست خواهد داد، چرا که مسئله اینقدر واضح بود که یک آدم حقوقدانی مثل او در رأس دستگاه دادگستری آمریکا نمیتونسته با دروغ‌هایی که یا شارلاتان بازی‌هایی که تیم ترامپ در آورده بود همسویی بکنه. بنابراین تصمیم گرفت کنار بکشه و واقعیت رو بگه. واقعیت رو در قبل از اینکه به مردم عادی بگه به خود ترامپ گفته بود بارها که این کاری که میگی درست نیست، این تقلبی انجام نگرفته و او باور نمی‌کرد و ترامپ دنبال این بود که او رو قانع بکنه یا او رو وادار بکنه که یه حرفی بزنه که بگه بعد تقلب شده، به قول خودش دنبال چک خودش بگیره. کمان که در مورد وقتی که بار استعفا داد و کسی که جانشینی موقت او شده بود، باز ترامپ از او خواسته بود که تو فقط بگو تقلب شده، فقط بگو که انتخابات سالم نبود، بقیش با من. در واقع به یک نوعی بقیه کودتا رو، طرح کودتا رو بر اساس همین که دستگاه قضایی آمریکا گفته که این تقلب شده میتونه انجام بده. به نظران نقشی که بار در اینجا بازی کرد هم برای اعتبار دستگاه قضایی مهم بوده، هم برای اعتبار خودش مهم بوده، و همین که نخواسته با یک داستان کودتایی و شارلاتانیسمی که همه میدونستند و همه میدونند همراه بشه. او برخلاف مثلا سناتورها یا نمایندگان مجلسی که میخوان از مردم دوباره رأی بگیرن، از مردم نمیخواست رأی بگیره و از بالا انتخاب شده یا انتصاب شده بوده. بنابراین میتونسته خیلی ساده کنار بره و اعتبار چندین دهش رو حفظ بکنه و اون رو از دست نده، چون در گذشتم در همین مقامات بوده او. بنابراین من فکر میکنم که تا اونجا که ما شنیدیم در همین بخشهایی که تا به حال اعلانی شده، بیربال به طور خیلی قاطع و روشن اعلام کرده که تلاش کرده ترامپ رو قانع بکنه که هیچ تقلبی اتفاق نیفتاده، کوچکترین تقلبی اتفاق نیفتاده و بخواد تلاش نکنه. او برخلاف حالا نظر ترامپ، برخلاف نظر سیاستمدارانی که هم تو اشاره کردم دنبال رأی مردم هستن، دنبال حفظ اون فرهنگ و اون شکافی در جامعه ایجاد شده نیست و نبوده، و همین دلیل من فکر کنم حرفاش خیلی موثر واقع شده. و اینکه ریپابلیکن بوده، اینکه منتسب خود ترامپ بوده، اینکه در یک دوره شدیداً علیه دموکرات ها کار کرده، نظر داده، همین ها به نظرم بسیار مهم بوده که صحبت های اخیرش، صحبت های آخرش در این کمیته 6 ژانویه میتونه برای خیلی ها که صادقانه با مسئله برخورد بکنن تأثیر بگذاره. خب یک گروهی هم هستن که هم تا که اشاره کردم یا زیر نفوذ اون فرهنگ هستن یا به دلیل سیاسی، هر چقدر هم واقعیت رو گفته بشه، چه توسط بار باشه چه افراد دیگر حلقه مثلا نزدیک به خود ترامپ انجام بگیره، باز به دلیل منافعی که دارن قبول نخواهند کرد. مردم عادی باید بپذیرن. من فکر کنم بخشی از مردم عادی این صحبت ها را اگرش بشنوند یا شنیدند میتونه روشون اثر بگذاره و دوباره فکر بکنند. خیلی متشکرم آقای دکتر علمداری، به این نکات مهم اشاره کردید و باید ببینیم که آینده چه نقشی رو بازی خواهد کرد. در جلسات دیگر گفته میشه که مدارک خیلی قاطع و به سلام معینی رو که مثبتی رو که میتونه نشان بده که آقای ترامپ چه تخلفاتی کرده نشون بدن. برویم به سمت کشور فلک زدمون که واقعا این شرایطی که بی سیاستی، نداشتن اطلاعات توسط کسانی که در رأس امور هستند، از تصادف قطار گرفته، از پایین آمدن ساختمان چند طبقه بدون مجوز و
مسائل دیگری که امروز هم باز در یک محلی در یک کارخانه ای که مواد شیمیایی تولید میکرده انفجاری رخ داده که معلوم نیست که چه تلفاتی رو داشته، برای اینکه اجازه نمیدن مسئولین امنیتی که واقعا واقعیت ها به اطلاع مردم برسه. اما هفته گذشته آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، صحبت‌هایی رو کرد که با صحبت‌های قبل او تفاوت‌های فاحشی داشت. خیلی محکم بود و به نکات مختلفی اشاره کرد که از او سوال کرده بودند در طی سالیانی که ایشون در خارج از ایران بوده، در امریکا بوده، و نظرات مخالفی رو شنیدیم و اتهامات و مسائلی رو که او رو، یعنی بعضی از همین رفقای ما در رسانه ها صدای پای فاشیسم رو شنیدن، نمیدونم دی گفتن دوباره میخوان یک دیکتاتوری دیگه ای آقای رضا پهلوی بیاد را بندازه تو ایران. میخواستم نظرتون رو جویا بشم در این مورد و فکر نمی کنید که الان تو این برهه از زمان و فعالیت هایی که بعضی از دوستان ما در رسانه ها انجام میدن، صحبت های مسیح علی نژاد، صحبت های آقای نوریزاد، صحبت های دیگرانی که واقعا سالیان سال دارن تلاش میکنن به هر حال بتونه یک به اصطلاح همدلی رو به وجود بیاره و بتونه مردم رو به طور جمعی، نه این اعتراضات جای جای امریکا، جای 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 کشورمون به اصطلاح بتونه نقشی ایفا بکنه. چیه نظر شما؟ ببینید، ما باید از واقعیت ها هم حرکت بکنیم، تصمیم بگیریم، هم پند بگیریم. کسانی که با ادامه یا برگشت نظام موروثی سلطنتی مخالفت میکنند به گذشته ایران در واقع افراد رو رجوع میدن که در گذشته این نظام موروثی موجب شد که جمهوری اسلامی رو سر کار بیاد و جمهوری اسلامی هم تبدیل شده نظام موروثی دیگر یا مادام العمر دیگری. این فرهنگ، فرهنگ مضری هست، فرهنگی هست که در برابر نهادهای دموکراتیک قرار خواهد گرفت، فرهنگ دموکراسی رو نمیذاره روش پیدا بکنه. ممکن هست امروز رضا پهلوی یا اطرافیانشون، هواداران ایشون معتقد باشن که اولا ایشون مانند پدرشون نیست و اگر پدرشون در این که جامعه ایران رو بسیار علاقمند بهش بود، تلاش میکرد که پیشرفت کنه، ولی دیکتاتوری خودش باعث شد که جامعه طعمه عقب مانده ترین بخش جامعه، یعنی روحانیت مرتجع قرار بگیره و خودش و مردم ایران رو هم از این بابت به نظر میاد که فدا کرد، خانواده خودش، خودش و جامعه ایران رو. برای اینکه اتفاق نیفته باید به آینده نگاه کرد و تلاش کرد که حکومت انتخابی بشه. اینکه رضا پهلوی در ایران پایه داره شک نیست، جمهوری خواها باید این رو به رسمیت بشناسن که اولا جامعه ایران جامعه چند صدایی است، یک صدایی نیست و شاید یکی از بلندترین صداها رو همین طرفداران آقای پهلوی داشته باشن. منتها اون نیست که این طرفداران حتما مدافع نظام سلطنتی و موروثی باشند، بلکه معتقد هستند که او در بین افرادی که ممکن است مدعی رهبری باشند یا توانایی رهبری داشته باشند یا پتانسیل رهبری داشته باشند شانسش بیشتر هست و مردم بیشتر به او اعتماد میکنند. منتها برای اینکه اعتماد عملی بشه و دو طرفه بشه، به نظر من لازم هست که آقای پهلوی هم اعلام بکنه که او قصد برگشت به حکومت یا دولت موروثی سلطنتی نداره. او هم میخواد وضعیت ایران رو به سمت سوی دموکراسی ببره و امروز اگه کاندیدایی هم باشه، کاندیدای موقت هست، کاندیدایی هست که میخواد به رأی مردم اعتماد بکنه، نه به رأی مردم انتخاب اتکا بکنه که به قدرت موروثی برگرده، بلکه
به رأی مردم اتکا بکنن که اگر او رو شایسته میدونن تا موقعی که او رو انتخاب میکنن در رأس قدرت بمونه، وقتی انتخاب نکردن کسی دیگر رو مردم انتخاب کردن و اون تن بده، نه اینکه تصور برای این باشه که یعنی تصور رو ایجاد بکنه در جامعه که من میخوام تا آخر عمر در قدرت باشم و آیندم فرزندان من همینطور نسل به نسل در قدرت باقی بمونن. این تصور باعث میشه که شکافی که امروز وجود داره رو بیشتر بکنه و این طرفداران به خصوص نظام سلطنتی رو که یک دست هم البته نیست رو از کنترل خارج بکنه. نه تنها امروز که در قدرت نیستن، فردا که در قدرت رسیدن باز به همون شیوه سابق بخوام برگردن و دیکتاتوری و زورگویی بکنن، کمان که امروز این وضعیت شما میبینید. اگر زبان خود آقای پهلوی زبان دموکراتیک هست، زبان فرهنگی هست، زبان بسیار محترمانه هست، هوادارانش اینجوری نیستند. کسانی هستند که دائما در حال تهدید دیگران هستند. به همین دلیل من نمیخوام نتیجه‌گیری بکنم، این است که من فکر میکنم که آقای پهلوی باید خودش رو به عنوان یکی از نماینده‌ای که از صداهای برجسته ایران مطرح بکنه و اعلام بکنه که دنبال حکومت موروثی نیست، دنبال برگشت سلطنت کرده. دکتر علمداری آهانی است که یعنی در من گفت که من حکومت جمهوری رو بیشتر ترجیح میدم تا حکومت سلطنتی رو. ترجیح نیست، قاطع باید بگم ترجیحاً بله. اگرم حالا سلطنت شد چه اشکالی داره؟ اینکه بشه اینو کنترل کرد یا نکرد هیچ کس نمیدونه. وقتی کسی به قدرت رسید شما میبینید که ناپلئون هم رئیس جمهور بود، علیه خودش کودتا کرد، امپراتوری اعلام کرد. اینکه نمیشه کسی در قدرت باشه کنترلش کرد. اردوغان هم در ترکیه انتخاب شده بود که رئیس جمهور باشه، با قدرتش سوء استفاده کرد، قانون اساسی رو عوض کرد که مادام عمر باشه. پوتین در روسیه همین کارو کرده، در ایران جمهوری خواه هم جمهوری اسلامی هم همین اتفاق افتاده. در خیلی از کشورهای دیگر تلاش میکنن وقتی در قدرت هستن قانون عوض بکنن به نفع خودشون و کسانی که در قدرت هستن همراهی میکنن با عوض شدن قانون که در قدرت بمونن همیشه سوء استفاده بکنن. امروز آقای رضا پهلوی باید قاطعا بگه من دنبال برگشتن حکومت نیستم، نه اینکه اگر این شد باشه اونم شد باشه. نه، باید بفهمه که اگر باید اینو به مردم هم تفهیم بکنه و اعلام بکنه که اگر قرار هست آینده ایران آینده دموکراتیک باشه، اگر ما میپذیریم ایران چند صدایی است، باید بپذیریم که اگر من این بار انتخاب شدم در توسط مردم، بار دیگر ممکن است انتخاب نشم و این شانس رو به دیگران به مردم بدم که دیگران هم در حکومت شرکت بکنن. اگر این روند پیش بیاد من فکر کنم شانس آقای رضای پهلوی خیلی بالاتر بره. خیلی از هواداران ایشون دنبال این هستن که او نماینده باشه ولی نه پادشاه بشه، نه اینکه حکومت موروثی برگرده. خیلی از جمهوری خواه هم همین صدا رو دارن که من فکر میکنم که اگر این صدا از طرف این به اصطلاح نظر از طرف آقای پهلوی بیان بشه، خیلی از جمهوری خواه هم بگن بسیار خوب، ایشون الان نماینده یه بخش بزرگی از جامعه ایران میتونه باشه، از در شرایطی که نماینده دیگری یا رهبر دیگری وجود نداره ایتون میتونه نمایندگی بکنه، ولی یک دوره انتقال باشه برای دوره‌ای که احتمالاً شانس برای همگی فراهم بشه. آقای دکتر، یکی از برجسته‌ترین صحبت‌هایی که ایشون کرد این بود که آینده ایران و مردم ایران تعیین می‌کنن، نه افراد. بله، ولی بله، مردم ایران انتخاب می‌کنن برای اینکه یک حکومت سلطنتی روی کار بیاد یا اینکه یک حکومت جمهوری مثلا دوره‌ای روی کار بیاد. اون خیلی مهم هست دیگه. شما می‌تونید، من تا که اشاره کردم، امروز با این ادعا که مردم انتخاب میکنن به قدرت برسی ولی بگه حکومت موروثی، امروز من به قدرت رسیدم، من تصمیم میگیرم که قانون اساسی رو عوض بکنم یا قانون اساسی گذشته برمیگرده بر اساس قانون اساسی گذشته من میخوام همیشه در قدرت باقی بمونم، اونهاست مشکل ایجاد میکنه که اگر من به قدرت برسم چه کار خواهم کرد. چون کسانی که مثل جامعه ایران به قدرت رسیدن، مثال زدم روسیه رو، مثال زدم ترکیه رو، مثال زدم مصر رو، وجود خیلی از کشورها به قدرت که میرسن قانون اساسی رو عوض میکنن و مادام العمر میکنن خودشون رو. در ایران که زمینه وجود داره برای مادام العمری شدن، به همین دلیل وظیفه فکر میکنم که سیاسی آقای رضا پهلوی این است که با این فرهنگ همین امروز مقابله بکنه، بگه من که این شانس رو دارم که این کار رو بکنم نمیکنم، از همین امروز اعلام میکنم که من فقط برای یک دوره خاصی، یک دوره مشخصی اگر مردم انتخاب کردم در رأس قدرت باقی خواهم ماند، نه برای همیشه. دکتر علمداری،
نظرتون راجع به این فعالین سیاسی که ما در خارج از کشور داریم و در داخل کشورم هستن که واقعا شهامتشون بی نظیره. خانم نرگس محمدی رو داریم، خانم ستوده رو داریم، آقای نوریزاد رو داریم. این نظرتون راجع به این که در خارج از کشور فعالین سیاسی ما دست به دامن رسانه‌های فراگیر امریکا بشن و دولت مردان کشورهای خارجی چیه؟ آیا این باطله یا اینکه این هم یک راهی است برای مبارزه، برای اینکه صدای مردم ایران به این کشورها و به این مسئولین برسه؟ ببینید، همواره تصمیم اساسی و تعیین کننده رو مردم یک کشور میگیرن، نه کشورهای خارجی. اگر زمانی جنبش وسیع سراسری با رهبری با ایده های مشخص و بدیل مشخص در ایران به وجود آمد، شکی نیست که کمک کشورهای خارجی مؤثر واقع خواهد شد. من هیچ شکم ندارم در اون صورت کشورهایی که هم نوایی میکنن با سیستم های با بدیل جامعه کنونی ایران، اونها هم کمک خواهند کرد. ولی اینکه منتظر باشیم یک کشور خارجی با نیرو نظامیش بیاد در ایران احتمالاً کودتا بکنه، به جایی نخواهد رسید. هم من فکر میکنم که تصورات باطلی است که در هیچ جای دنیا سابقه نداشته. همواره مردم تعیین کننده هستند. در کنار مردم اگه مبارزات رشد پیدا بکنه، کمک‌های خارجی بسیار مؤثر هست. بی‌نهایت ممنونم جناب دکتر علمداری. از بینندگانی که با ما بودید بسیار سپاسگزارم. از امیر شهرتی گرامی سپاسگزارم. باید یک اشتباهی رو که مرتکب شدم به اصطلاح تصحیح بکنم، با اون گفتم وزیر خارجه و مسئولین وزارت خارجه، نه، وزیر دادگستری و وزیر مسئولین وزارت دادگستری بودن اینایی که آمدن و تعداد زیادیشون و آمدن شهادت دادن در این کمیته. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر و اگر عمری باشه تا پنجشنبه آینده، خدا حافظ.